وقت شما بخیر بیننده و شنونده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. بررسی بحران کمبود برق در ایران، سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی در 15 سال اخیر 90% کاهش یافت. تقاضای تأمین نشده برق صنایع در 7 سال اخیر 3 برابر شد. پیامدهای کمبود ارز در ایران، رئیس پیشین اتاق بازرگانی کمبود ارز را باعث مشکل در بخش تولید دانست. یک مقام صنفی هم از افزایش قیمت موبایل به دلیل نبود ارز خبر داد. با شروع فصل گرما، بحران برق در ایران دوباره شدت گرفته. کاهش سرمایه گذاری در این صنعت در سالهای اخیر موجب شده یک مقام صنفی اعلام کند با ادامه این وضعیت 10 سال آینده 1/3 برق مورد نیاز کشور قابل تأمین نخواهد بود. آمار رسمی هم نشان می‌دهد سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی در 15 سال اخیر 90% کاهش یافته و به حدود 600 میلیون دلار در سال رسیده. این در حالی است که بر اساس برنامه 7 توسعه صنعت برق برای رفع ناترازی‌ها به سرمایه گذاری 5 تا 8 میلیارد دلار در سال نیازمنده. بررسی های یک شرکت مطالعاتی حوزه انرژی هم نشان می‌دهد تقاضای تأمین نشده برق صنایع در فصل گرم سال در 7 سال اخیر 3 برابر شده. بر اساس نتایج مطالعات شرکت سولوشن انرژی، در فصل گرم سال متوسط تقاضای تأمین نشده برق صنایع طی سال‌های 96 تا 99 در حدود 11% بوده. این در حالی است که در 3 سال اخیر به طور میانگین 38% از تقاضای برق صنایع تأمین نشده و صنایع دچار خاموشی‌های اجباری بودند. بر اساس این گزارش، اوج تقاضای تأمین نشده برق صنایع در دوره گرم سال مربوط به سال 1400 بوده. در همین رابطه و در ادامه گزارش از قطعی برق صنایع در پی بحران کمبود برق در ایران، یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از افزایش قطعی برق شهرک صنعتی اشتهارد به 3 روز در هفته گزارش داده و از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنه. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شبکه ایران اینترنشنال، امروز 26 تیر 1403 هستش. شهرک صنعتی اشتهارد مثل این که 3 روز در هفته، روزی 12-13 ساعت برق نداره. 3 روز در هفته فاز 4، یعنی تمام فازا به این شکل هستش. ما فاز 4 هستیم، امروز روز ماه. قرار بوده فقط پنجشنبه و شنبه بره که امروز دوشنبه هم بهش تازه پیوسته و اینکه تمام فاز اینجوری در طول هفته میچرخه. میخواستم یه چیزی بگم. شهرک صنعتی اشتهاردی که بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه است، تو ایران بزرگترینه، تو خاورمیانه بزرگترینه، برق نداشته باشه به مدت 12-13 ساعت در طول روز، میدونی چند هزار میلیارد تومان خسارت میزنه. یعنی این آخونده با این همه حرفی که میزنم، این همه ادعایی که دارم، میگم ما اسرائیل رو میزنیم، فلان رو میزنیم، این رو میزنیم، یه دونه برق یه شهرک صنعتی نمیتونن تامین بکنن. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی از پنسیلوانیا با من هستن. آقای ماشینچیان، چرا حکمرانی جمهوری اسلامی در زمینه برق در دهه های اخیر در نهایت به بحران فعلی منجر شده؟ درود بر شما. این بحران ها از یک طرف با تحریم ها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه با اقتصاد مقاومتی گره خورده. تحریم‌ها باعث شده که قطعات مورد نیاز برای نگهداری و بازسازی زیرساخت‌های قدیمی تأمین نشه، کاهش درآمدهای ارزی، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیرساختی دولت رو محدود کرده و اقتصاد مقاومتی و قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو برای ساخت نیروگاه‌های جدید از توجیه اقتصادی انداخته. یعنی دولت یه قیمتی رو برای خرید برق تعیین کرده که اگر بخش خصوصی بیاد و نیروگاه جدیدی راه بندازه، مجبور میشه که برقش رو به ضرر بفروشه. طبیعیه که هیچ عاقلی در چنین شرایطی حاضر نمیشه
برای توسعه زیرساخت کشور سرمایه گذاری کنه. اگر به ویژه بهش بیافزاییم موضوع رکود تورمی رو که حاکمه بر اقتصاد ایران، بنابراین شرایطی که ملاحظه میکنید سر تا ذیلش نتیجه حکمرانی جمهوری اسلامی و سیاست‌های غلط نظامه. حکومت ادعا میکنه اثر تحریم‌ها رو خونسا کرده، اما در نتیجه تحریم‌ها ناترازی برق هر سال داره با سرعت نگران کننده‌ای افزایش پیدا میکنه و دولت هم هیچ راه حلی برای این بحران خود ساخته نداره جز فشار آوردن به مصرف کننده و گسلایت کردن مردم راجع به رکورد مصرف. نکته آخر این که در یک سال گذشته برای حل بحران بنزین حکومت به سیاست خودروهای برقی رو آورده و دارن تلاش میکنن که تولید و واردات خودروهای برقی افزایش پیدا کنه. این سیاست غلط بحران برق رو در یکی دو سال آینده به مراتب وخیمتر هم خواهد کرد. نسبت این قطعی گسترده برق صنایع با شعار جهش تولید رهبر جمهوری اسلامی برای امسال رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ تقریبا هر مقام مسئولی که پشت میکروفون میره راجع به رکورد زدن مصرف برق در ایران از مردم گله میکنه و تنها راه حلی که مطرح میشه دعوت از مردم برای کاهش مصرفه. این در حالی است که افزایش مصرف به ویژه در تابستان در همه دنیا من جمله ایران یک مسئله کاملا عادی و پیش بینی پذیره. شما جمعیت ایران رو با چند سال پیش مقایسه کنید، مقدار برق مورد نیاز در تابستان رو اگر با بهار مقایسه کنید کاملا طبیعیه که مصرف افزایش پیدا کنه. به موازاتش وقتی ظرفیت تولید برق رو با سالهای گذشته مقایسه میکنیم به روشنی میبینیم که تولید برق در ایران جهش پیدا نکرده که هیچ، اصلا متناسب افزایش نیازها رشد نداشته. بنابراین مسئله ما در ایران افزایش و رکورد مصرف نیست، بلکه مسئله تولیده. بنابراین بحران برق و خاموشی بهترین شاهد برای اثبات شکست خوردن و به گل نشستن اقتصاد مقاومتی و شعار رشد و جهش تولید آقای خامنه‌ای. علت اصلی بحران برق در ایران مستهلک شدن نیروگاه‌ها و عدم سرمایه گذاری برای توسعه، بازسازی و بهسازی زیرساخت برق در ایرانه. طبق آمار موجود که شما هم بهش اشاره کردید، بیش از یک سوم نیروگاه‌های ما فرسوده هستند و با بهره‌وری کمتر از 30% فعالیت می‌کنند. بنابراین نکته آخر، این نیروگاه‌های فرسوده بسیار آلاینده هستند و اثرات بلندمدتی روی سلامتی مردم ایران خواهند گذاشت. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی، ممنون که با من بودین. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید برخلاف ادعاهای مقام‌های حکومت، کمبود منابع ارزی در کشور یک واقعیت است. حسین سلاح‌ورزی گفته‌های مقامات مسئول در مورد مدیریت منابع ارزی را تعارف و پوشش دانست. رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران از مشکل در بخش تولید به دلیل تأمین نشدن ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه خبر داده، گفته دولت محدودیت‌های زیادی برای واردات انواع کالا اعمال کرده. روز یک شنبه هم رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد سیاست دولت محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی است و در حال حاضر فقط ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو ارز دولتی می‌گیرند. داوود منظور از خروج 485 قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی در یک سال اخیر خبر داده. رئیس کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران هم میگوید توقف تخصیص ارز و افزایش تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه منجر به افزایش قیمت‌ها و سردرگمی در بازار شده. حسین سادات حسینی گفته اختصاص ارز نیمایی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر از 600 دلار از 5 ماه قبل متوقف شده، در نتیجه گوشی‌های این رده تا 3 میلیون تومان گران شدند. این مورد رو بررسی میکنم با آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. آقای حسنی، به نظر شما دلیل این دو روایت متضاد مقامات مسئول و فعالان اقتصادی از وضعیت ارزی کشور چه هست؟ خب اول روایت بانک مرکزی رو عنوان بکنیم. بانک مرکزی در گزارشی که همین یکی دو روز گذشته روی وبسایت این بانک منتشر شده اعلام کرده که از اول فروردین ماه تا 22 تیر ماه، یعنی حدوداً در 4 ماه ابتدایی سال، نزدیک به 20 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی، دارو، کالای تجاری و بازرگانی، در واقع برای کل واردات ارز تخصیص داده که از این میزان نزدیک به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار اون ارزی است که برای کالای اساسی و دارو تخصیص پیدا کرده.
خب اگر دوره 4 ماهه حدود 20 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده باشه، برای پایان سال میشه تصور کرد که عددی مشابه واردات پارسال، یعنی در حدود 60 میلیارد دلار تخصیص ارز بر اساس روایت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. اما در عین حال روایت دیگری هم وجود داره و اون اظهار نظرهای مکرر و انتقادهای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است، به ویژه که اشاره می‌کنند روند تأمین ارز مورد نیاز اونها برای تأمین کالاهای اولیه و مواد مورد نیاز برای تولیدشون با اخلال مواجه است. همینطور اظهار نظرها، صرف نظر از این اظهار نظرها، اگر به گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران هم رجوع بکنیم که برآیندی از نظرات فعالان اقتصادی است و گزارش رسمی اتاق بازرگانی است به عنوان پارلمان بخش خصوصی، در این گزارش ها هم آشکارا چنین انتقادی به سیاست های وزارت صرف و بانک مرکزی و گمرک در اخلالی که در هم تأمین ارز و هم ثبت سفارش واردات و همینطور ترخیص کالاهای وارداتی در ماه های گذشته با اون روبرو بودن نمایان هست در این گزارش ها. از جمله اینکه در همین گزارش خرداد ماه شاخص مدیران خرید اشاره شده که در واقع به شکل سیستماتیک هم وزارت صرف و هم بانک مرکزی و گمرک اخلالی در زمینه واردات ایجاد می‌کنند. ممکنه که این واردات با اولویت بندی های دولت، با اون چیزی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظار دارن، همخوان نباشه یا اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی این ارزها رو در اختیار داشته باشن و در اختیار می. خیلی ممنونم، امروز با من بودین آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین و ممنونم از همراهی شما با بخش اقتصادی امروز.